سلام آقای بهنود، امروز آخرین مجموعه از مرور مطبوعات انقلاب خواهد بود همزمان با 22 بهمن و روز پیروزی انقلاب. ولی چیزی که ما از روزنامه های ایران داریم میبینیم تصاویر جنگ و نبرد و درگیری در خیابان ها هست. بله، اطلاعاتی که هم به خصوص مورد نظرمون داریم نگاه میکنیم هنوز به اعلامیه ارتش پخش شدنش نرسیدن و صفحاتی که بستن تحت تأثیر یک نوع هیجانه که در تهران هم به خصوص، البته در شهرستان هم کم و بیش بود. دو سه تا تیترها رو ببینیم. پادگان عشرت آباد شورش کرد، مردم برای دفاع از انقلاب در سراسر شهر سنگر بستن و چیزهای تیترهای از این دست. بریم کیهان رو ببینیم. حالا کیهان علاوه بر اینکه همون رو داره، یه ذره هم تصویرها خشنتر میشه با این جنازه های پایین و اینا و صحنه جنگیش یه ذره غلظت پیدا میکنه. غیر از این اون وسط هم یه کادری رو دارید میبینید که مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق، چریک های فدایی منشعب، افراد مسلح حزب توده در نبرد های مسلحانه نقش فعال دارن. در حقیقت انگار یه نوع تبلیغ راجع به جناهای غیر مذهبی هم هسته، چنان که روز قبلش هم مصاحبه از آقای کیانوری که دبیرکل حزب که هنوز نیومده بود به ایران او رو منتشر میکنن. حالا چاپ دوم کیهان رو هم که میبینیم، گرچه تیتر اصلی شو اینا رو نگه داشته ولی رسیده به رادیو و خبری که از رادیو پخش شد که نشون میداد فرمانده های نظامی به مردم پیوستند، یعنی بیطرف شدند. پس برای اینجا میگه ارتش اعلام بیطرفی کرد. اما اجازه بدید که بریم عکس ها رو هم ببینیم. تو عکس ها هم باز انگار یه وسوسه ای برای توصیف جنگ خیابانی و اینا هم وجود داره که میشه فهمیدش. رسما سنگربندی محله های تهران سنگربندی شد و اینا صفحه کاملا جنگیه. حالا دیگه از غروب 22 بیایم بریم روزنامه فردای آیندگان رو ببینیم که داره تمام روز 22 رو کاور میکنه. با تیتر شاهنشاهی در ایران منقرض شد. بله، رسما یعنی داره حالا اعلام دیگه میکنه. تموم شده به خاطر اینکه اون اعلامیه پخش شده. بعد شما حالا یک صفحه سیاسی رو دارید میبینید که چند تا خبر توشه که الان بعد از 40 سال هم خیلی مورد توجه عمومی نیست. رئیس ستاد ارتش با بازرگان همکاری میکند. از قول مهندس بازرگان میگه که رئیس ستاد ارتش یعنی تیمسار قره‌باغی قول داده است که ارتشی‌ها با مردم همراه باشند، یعنی جلوی خونریزی گرفته بشه. در راهحل‌های سیاسی حرف میزنه، هنوز دارن راهحل سیاسی پیدا میکنن. حالا عکسای کیهان و اطلاعات رو دیدیم که تقریبا شبیه همدیگه بودن، صحنه جنگی بود دیگه. ولی فردا صبحش که آیندگان در اومده عکسای آیندگان داریم میبینیم. اتفاقا آیندگان حتی وقتی اون پادگان نظامی عشرت آباد اون بالا نشون میده همه جا از همکاری مردم و ارتش میگه. یواش یواش یک آرامش چند روزه ای، شاید یه هفته ای اتفاق افتاد. تا اون وقت دیگه خشونت های بعد از انقلابی شروع شد. میخوایم بریم مجله فردوسی رو ببینیم. مجله فردوسی به هر حال در اون زمان هفتگی نزدیک به روشنفکرا بود، یعنی اصولا از بین همه نشریات هفتگی فردوسی سنگین ترینشون بود و نزدیکترینش به روشنفکرا. بیشتر شعرها و قصه ها و داستان ها و حکایت های اونجا تو اونجا می دیدیم. به همین جهت هم الان ولی بازم اینجا دیده بهار آزادی. بله، تو صفحات داخلش هم نشون میده که کاملا به انقلاب پیوسته. تهران مصور رو مثلا تهران مصور رو نگاه میکنید، مقاله آقای مهری رو، آقای حسین مهری که مقاله نویس اصلی تهران مصور بود شروع میکنه با روزگار صفاک به پایان رسید. این معمول بود، ما هم گفتیم معمول بود که در اون روزا که مردم تو خیابون بودن یه اسمگذاری شد به شاه، خلاصه شد در صفاک، به کار رفته، یعنی هنوز معنی صفاک اونطوری بود. روزگاری همه شب همه سیاه، روزگاری سیاه، سیاهی همه جا بود، تباهی اخلاق روز بود. میکشتند و میکشتند، اما مخوفترین حربه رژیم کشتن و سوزاندن و خفه کردن و کندن گورهای جمعی و پر کردن دریاچه از جسد نبود. رژیمی که سقوط کرده روز قبل اینطوری توصیف میکنه آقای موری. ولی جمله آخرشون برای من جالبتره که میگه که میگویند انقلاب فرزندان خود را میخورد، انقلاب ما مصداق این گفته نخواهد شد. امیدواری، ابراز امیدواری کرده که نشه، که البته اینطور هم نشدش.
ولی اشاره که کردین به صحبت‌ها و نوشته‌هایی که روشنفکرها در اون زمان و در واقع یه جور حمایتشون از انقلاب بیان می‌کردن، شاید بد نباشه که اینجا شعری بخونیم برای آخر برنامه از آقای اسماعیل خویی. اولش میگن که من چه میگفتم ای دل غافل، این مرد به خدا میماند، او تمام دل این مردم را انگار چون خدا میداند. در آخر هم این شعر میگه ای دیده وران، از شما میپرسم، چون بود که آن پیکره طاغوت این چنین غافلگیر به درک واصل شد بی واسطه تابوت. روحی عمومی بود البته. ممنون آقای بهنود. مرور مطبوعات در این 10 روز برای منی که اون زمان خیلی بچه بودم خب خیلی تجربه جالبی بود. مرسی.